سلام به همه شما عزیزان دل، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سهیل شریفی هستم و میخوام تو این آموزش این کلیپی که با هم دیدیم رو از صفر تا صد بهتون یاد بدم. همونطور که دیدیم این کار یه ریتمیک خاصی با آهنگ داره و همینطور استفاده از یک سری سالید و تکس و مواردی ماننده این. هدف این آموزش اینه که با همین ابزارهای ساده افتر افکتس که شاید به چشم نیاد بتونید یه کار خیلی خوب رو انجام بدید. خب در ابتدا ما یه کمپوزیشن ایجاد میکنیم، این کمپوزیشن فعلی ما. یه دونه سالید میسازیم، میکام سایز رو میزنیم که سایز سالید ما هم با سایز کمپوزیشن ما یکی بشه. این کجایی کاره؟ این همون رنگ بک ما. اگه دقت کنید رنگ بکگراند ما ثابته، فقط یک سالید یا یک شیپ قرمز میاد و از یه سمتی به یه سمت دیگه ای میره. خب در ابتدا وسط کار قرار داره. خب بریم برای اجرای این یه سالید دیگه درست میکنیم، دوباره میک کام سایز و اینو رنگشو میدیم قرمز. خب این سالید میفته روی سالید قبلی، اما ما میخواییم بیفته دقیقا این گوشه. خب چند تا راه براش وجود داره. یه دونه دکمه پی رو بزنید، کافیه که به عدد اول یه دونه به اضافه همون پارامتری که داره رو دوباره اضافه بکنید. عدد قبلی بود 960، یه به اضافه 960 رو بهش اضافه میکنیم. این باعث میشه که کار از رو سنتر دقیقا بیفته روی سمت راست ما، یعنی انکر پوینت ما که وسط بود دقیقا میفته این بشه. خب یه پی میزنیم پوزیشن. خب میریم رو ثانیه 3، یه دونه 3 میزنید، دوتا 0. و کلن که من میخوام این کار من تا 15 ثانیه هم بیشتر نباشه، این میزنم و بعد تریم میکنم. خب دوباره برمیگردم روی ثانیه 3. حالا کاری که باید بکنم اینه که به این 1920، یعنی پارامتر افقی پوزیشن ما که این سالید قرمز رنگه، بهش کی فریم بدم، بگم شما بیا به سمت چپ، بیا به سمت چپ تا جایی که مد نظرم. خب نکته بعد اینه که این انیمیشن الان به این شکل میاد و زیاد جذاب نیست، در حالی که اینجا چیزی که ما دیدیم فقط، من همین دوتا یه دقیقه سولو میکنم، ببینید خیلی نرمتر میاد. علت این نرمی اینی که ما اومدیم کی فریم ها رو از نوع ایزی ایز کردیم در گام 1 و بعد وارد گراف ادیتور میشیم. دوستان اینجا اگه بخواید نمودار و این بازوش رو کنترل بکنید، حالا ما توی دوره اول افتر افکتسمون کامل این گراف ادیتور رو به بچه ها یاد دادیم، اما برای اینکه پارامتری خیلی دقیق این کار رو بتونید انجام بدید، روی این دابل کلیک بکنید و اینکامینگ رو برای کی فریم آخر بدید روی 100، برای کی فریم اول آوتگوینگ رو بدید 100. این باعث میشه در نرمترین حالت ممکن از خط مماس رد بشه، یهو بیاد سر کی فریم دوم ما و این میشه نمودارش. خب حالا ببینیم با هم. پس این شد مرحله 1 کار ما. خب مرحله 2 کار ما یه تکسه. این تکس رو من سفید نمیخوام باشه، میخوام نزدیک به سفید باشه، یه چنین چیزی. خب کمی سایز این تکس هم رو بزرگ میکنم. خب حالا میخوام به این تکس هم کی فریم بدم، به این شکل میگم که حالت ایتالیک هم داشته باشه. خب یه پوزیشن اینجا میدم و میرم تا پایان کار. میخوام این تکسی که وبسایت ما رو داره نشون میده تا پایان کار آروم آروم به این شکل رد بشه تا بیاد به این قسمت. بریم تو این قسمت. خب الان قسمت تکس هم من اضافه میکنم، ببینید تکس خیلی آروم داره از سمت چپ به سمت راست میره. خب این از خب تا اینجا ما یاد گرفتیم که هم تکس رو درست بکنیم هم بک‌گراند رو. این تا به این مرحله. مرحله بعدی میشه استفاده از عکس ما. خب این همون عکس ماه.
اینجا دیگه زمان بندیش دست خودتونه دوستان. حالا من اینا رو دوباره از سولو خارج میکنم. ببین عکس ما تقریبا از فریم 19 یه پوزیشن میخوره، به سمت چپ میاد و یه اوپاسیتی داره. خب حالا ما این عکسمون رو تو فتوشاپ باز کردیم، همونطور که میبینید این عکس، حالا من اگر این رو سولو کنم میبینید که به شکل دوربری شده است. ما عکسمون رو داخل فتوشاپ باز میکنیم. یکی از راه های فوق العاده سریع توی نسخه های جدید فتوشاپ اینه که به قسمت هلپ بیایید و اینجا واتس نیو رو بزنید. اگر فیلتر شکنتون فعال باشه اینجا براتون اطلاعات بیشتری میاد در مورد نرم افزار فتوشاپ و چیزهای جدیدی که به نرم افزار اضافه شده رو بهتون میگه. یه بک بزنید. اینجا ببینید پیشنهادش هست ریموو بک‌گراند. من همین رو انتخاب میکنم و بعد اپلای میزنم. دیگه ببینم کاری ندارم. ببینید خیلی سریع اومد کار من رو دوربری کرد و دیگه هم به این نتیجه ندارم. این فقط سیو میگیرم و این همون فایل سیو شده ای که ما اینجا داریم. خب دوباره میام تو این قسمت، عکسمون رو وارد میکنیم. خب بعد پوزیشن. آلت رو میگیریم و اوپن براکت رو میزنیم که لایمون از همینجا برش بخوره. یه پوزیشن تی رو میزنیم برای اوپاسیتی. شیفت رو میگیریم، دو تا پیج داون میزنیم که به اندازه 10 فریم بره جلوتر. دوباره اینجا شیفت رو میگیریم، یو رو میزنیم جفت کی فریم همونو برامون بیاره که هم به پوزیشن داده بودیم هم به اوپاسیتی. یه کوچولونی میاریم تو این قسمت. حالا میریم به کی فریم قبلی و اوپاسیتی رو اینجا میدیم 0. خب این هم از این مرحله. خب حالا میریم سراغ مرحله بعدی. تو این مرحله ما اینجا دو تا شیپ داریم. این شیپ ها به این شکل میان، یعنی از یه سمتی شروع میشه به اومدن، شیپ های زرد و آبی، و بعد نوشته ای ما خودشو در اون جا میکنه. خب اول بریم این شیپ ها رو بسازیم. قبل از اینکه شیپ رو بسازید یه دونه دکمه F2 رو بزنید که هیچ لایه ای انتخاب نباشه. از این بالا میایید رکتنگل تول رو انتخاب میکنید، متناسب با سایزی که دوست دارین، بعد رنگش رو هم میایید، سعی میکنید از رنگ لباس انتخاب بکنید. خب انکر پوینتش هم میارید گوشه. و نکته بعدی، وقتی که وی رو میزنیم، ببینید دوستان اون انکر پوینت خود شیپ بود که افتاد این گوشه با زدن این دکمه. اما وقتی میایم رو رکتنگل یک میبینید که این مستطیل یک انکر پوینت جدا داره که این انکر پوینت جدا اصلیش الان اینو لحاظ میکنه که میایم تو قسمت ترانسفورم و اگه من الان روتیتی انجام بدم میبینید که از این قسمت بوده. خب من باید اول این انکر پوینت رو بیارم به این گوشه بچسبونم و بعد که این زنجیر اسکیل رو برداشتم بتونم به این شکل اینو از یک طرف کوتاه و بلندش بکنم، در واقع به این طرف بچسبه، این براش پایه باشه و از این طرف بتونم بهش کی فریم بدم. خب برای این کار یه مقدار زوم میکنم، دکمه وای رو میزنم، این رو انتخاب میکنم و میارم توی این قسمت. خب حالا دوباره میام اسکیل، زنجیر اسکیل برداشته شده، یه دونه کی فریم اینجا میزنم، اینو کمش میکنم میزنم روی 0. خب حالا باید این رو انتخاب بکنم و بیام کی فریم رو نرمترش بکنم. دوباره برم تو گراف ادیتور، اسکیل رو انتخاب بکنم، این پارامتر رو دابل کلیک میکنم و خب این از یه دونه با هم پریویش میبینیم. خب این الان اوکی شد. یه دونه ازش دوپلیکیت میگیرم، دکمه پی رو میزنم برای پوزیشن، جاشو الان عوض میکنم میارم تو این قسمت. به دومی میگم شما دیگه رنگ آبی داشته باش. خب یه مقدارم میخوام زمان بندیش با این فرق بکنه، یعنی اینطوری با هم دیگه شروع بشن از این لحظه، یه مقدار پس و پیش باشه. خب
الان شیپ های زرد و آبی ما هم آماده شد. حالا دوباره برگردیم تو این قسمت ببینیم اینجا وقتی ما شیپ داشت می اومد تکس ما هم باش آلفا مت شده اومده. خب برای این کار ما چیکار بکنیم؟ خب اول تکس همون رو می نویسیم، یعنی که میتونیم از همین تکس هایی که اینجا داشتیم، برای اینکه سریع تر من این کار رو انجام بدم یک کپی می گیرم و میارم تو این قسمت. خب این از تکس همون. دوباره حالا میایم از این دوتا که شیپ های ما بود یه دونه دوپلیکیت میگیریم میاریم این بالا میذاریم. خب اونی که برای واژه سهیل بود رنگ زرد رو میاریم بالاش، اونی که برای تکس دومم بود مربوط بلو بود. حالا کافیه که این دو رو الان باهاش آلفا مت بکنم. الان ببینید چه اتفاقی میفته وقتی این انیمیشن داره میره، خودش تکس من رو هم میبره. پس این هم شد از قسمت دوم کارمون. الان چیزایی که ساختیم به این شکل تا به این لحظه. خب حالا میریم سراغ قسمت بعد. اگه دقت کنید وقتی که تکس وبسایت داره از روی بدن من رد میشه رنگش عوض میشه. خب برای این ما با چیکار بکنیم؟ یه دونه از عکس من یه دوپلیکیت میگیرم میارم اینجا. حالا از تکس منم دوباره دوپلیکیت میگیرم، این دوتا رو میذارم کنار هم دیگه. خب الان این تکس من دوباره میاد تو این قسمت. الان میرم تکس من رو انتخاب میکنم، فقط تکس رو انتخاب میکنم، به تکسم میگم که الان شما رنگت باشه قرمز. خب حالا ببینیم چی میشه. الان شده رنگ قرمز چون اومده لایه بالا شده رنگ قرمز، اما من میخوام این تکست من خودشو فقط در محدوده بدن من نشون بده، به خاطر همین الان باید بیام و این رو آلفا متش بکنم. خب الان ببینید وقتی تکست میاد رو بدن من دوباره رنگش عوض میشه، هر جا هم که داره از بدن من رد میشه دوباره برمیگرده رو رنگ قبلی خودش. در واقع این کار فقط همینه به من نشون میده، آلفا مت کردم که تکست من فقط تو محدوده بدن من رد بشه. خب اینم هست، دوباره از حالت سولو خارجش میکنم. پس این شد مربوط به قسمت رنگ قرمزی که رو بدن من هستش. خب حالا بریم سراغ قسمت بعدی. یه سری ما اینجا تکس میبینیم که هی داره جاهاشون عوض میشه، یه تکس، یه سری علائم. خب اینا به چه شکل؟ خب دوباره میام اینجا و F2 میزنیم که چی انتخاب نباشه. اینجا حالا مینویسیم یه مقدار تکستمون رو کوچیک میکنیم، رنگ مشکی ایتالیک دیگه نمیخوایم باشه. خب آلتو میگیریم و اوپن براکت میزنیم چون میخوایم این لایه تکستی که نوشته افتر افکس از همین ثانیه 3 به بعد تازه دیده بشه. خب یه دونه پی رو میزنیم و بعد آی میزنیم که بپره بیاد اول این لایه. دوباره رو استوب واچ پوزیشن کلیک میکنیم، حالا رو این راست کلیک میکنیم و اینو میگیم تاگل هولد کی فریم، یعنی این میخوایم کی فریمش از نو هولد باشه، یعنی در گذر زمان اگر من اومدم تو این قسمت یک کی فریم دادم اینجا، من این اسنپ رو لحظه خاموش میکنم، ثانیه 3 اون بالاست، این ثانیه میاد اینجا. حالا هی جای اینا رو من باید اینطوری عوض کنم، هی جای اینا رو من به این شکل میام عوض میکنم به این شکل. دوباره این چون زیاده و بازش خیلی زیاده خیلی آروم میشه وقتی من اینو پلی میکنم. ببینید یه دونه اینجاست یه دونه اینجا، همینطور داره جاش عوض میشه. من میخوام این اتفاق سریعتر باشه، تمام کی فریمای گذاشته شده رو انتخاب میکنم، دکمه آلت رو نگه میدارم، رو آخرین کی فریم نگه میدارم و این رو به اصطلاح کامپکتش میکنم، کمی به هم جمع میکنم تا جایی که به نظرم کافی اومد. دوباره آلت رو میگیرم و کلوز براکت یا همون چه فارسی رو میزنم که این کلمه افتر افکس خودش رو تو این محدوده جا بکنه. خب حالا بیایم تو این قسمت ببینید دوستان همینجا حالا نوشته افتر افکس، اولا اپاسیتیش کمه، دوما باز هم داره تکون میخوره. چطوریه که ما کی فریم هولد دادیم ولی باز داره تکون میخوره، این داره به یک سمت چپی دوباره میره.
اینجا شما دوباره میایید و یه نال ابجکت میسازید، اسمشو میذارید text position. حالا این text after effectsمون رو به این نال ابجکتمون parent میکنیم. یه دونه دکمه p رو میزنیم از ابتدای کار ما تا انتهای کار ما، میگیم در راستای محور x شما اینقدر جابجا شو. حالا ببینید الان افتر افکس هر جا هست دوباره داره به یک سمت چپی هم هدایت میشه. ببینید داره به یک سمت چپی هم به این شکل میره. خب نکته بعدی در مورد اپاسیتیشه. خب میریم دوباره تو لایه افتر افکس، تی رو میزنیم و اپاسیتی برامون میاد. خب اول ما میخوایم همین اپاسیتیش کم باشه، مثلا 50 باشه، اما 50 که با خودش درگیر باشه و هی 50 بشه، هی 30 بشه، 60 بشه، هی 40 بشه. خب آلتو میگیم، رو استوباش دوباره میزنیم، دبلیو که تایپ میکنید اینجا ویگل رو میبینید، رو ویگل بزنید، یه دونه اینتر بزنید. الان اینجا ما باید بهش پارامتر بدیم، میگیم 3، چون میخواییم خیلی آروم این اتفاق بیفته. هرچقدر عدد اول رو زیادتر بدید به لحاظ فرکانس زمانی سریعتر اون اتفاق میفته. خب و بعد میگید به اندازه 40 تا شما اجازه داشته باش با این 50 تا بازی بکنی، یعنی گاهی ممکنه بره بالاتر، گاهی ممکنه بیاد پایینتر. خب حالا ببینید چه اتفاقی میفته. الان این اعداد اپاسیتی رو ببینید، یه وقتایی میره 73، یه وقتایی میاد 60. این یک بازه‌ای بینه از 50 40 تا میره بالاتر تا 90، از 50 40 تا کم میشه میاد روی 10. یعنی الان اپاسیتی رو با این کدی که ما نوشتیم بین 10 تا 90 داره بازی میکنه باهاش. گاهی ممکنه اپاسیتی رو خودش بیاره رو 10، گاهی ممکنه تا 90 هم ببره بالا. و این باعث میشه که به این شکل کمی آروم روشن و خاموش بشه. خب حالا این کار ما اومدیم تکرار کردیم، چون یه دونه تکس کافی نبود، یه دونه کلن ازش دوپلیکیت گرفتیم، جاشو آوردیم جلوتر. خب یه پی زدیم و تمام پوزیشناشو پاک کردیم، تکسش هم کلن عوض کردیم، گذاشتیم 500 پلگین. خب دوباره رو استوپواچ پوزیشن کلیک میکنیم، کی فریم گذاشته شده رو راست کلیک میکنیم، تاگل هولد کی فریم. خب دوباره اون پروسه چند جا گذاشتن ها رو حالا باهاش دوباره انجام میدیم. دوستان اگر اول کی فریم هولد بزنید و بعد بیاید به قبلش دوباره کی فریم بذارید، کی فریم های جدیدتون دوباره از نوع لینیره، اما برید به بعدش کی فریم بذارید، بعدیا رو هولد میشناسه، اما قبل جایی که شما هولد داده بودین کی فریم بزنی اونو دوباره لینیر میشناسه، که میطلبه که اینجا دوباره این دوتا رو من انتخاب بکنم و اینا رو دوباره بگم هولد. حالا به این شکل دوباره کارو پلی میکنیم. الان هم 500 پلاگین میبینیم، هم افتر افکس. خب حالا یه دونه دیگه کلن درست میکنیم، این یه دونه طولش به اندازه همینا باشه، اینو میکشیم میبریم تا انتها. خب دابل کلیک میکنیم، دکمه شیفت رو نگه میداریم و 6 رو میزنیم، یه دونه اینتر میزنیم، دوباره همین کارو میکنیم و دوباره این کارو میکنیم. حالا میتونید یه دونهشون هم بیشتر بزنید، چون این از اون فرم نظم هم میتونید خارجش بکنید. خب و بعد اینجا بیاید اگر دیدید این فاصله اونقدری که شما میخواید نیست یا زیاده، میتونید تو این قسمت کمی فاصله رو کنترل بکنید. خب این هم از این. دکمه یو رو میزنید، احتیاج داریم که کی فریم های جدید دوباره براش تعریف بکنیم. دوستان چون کپی میگیرم اون دستور مربوط به اپاسیتی و اینا تو همه جا دیگه لحاظ داره میشه، یعنی یه بار من این کارا رو انجام میدم، سعی کنید افکتتون رو اول بسازید، هر بلایی میخواید سرش بیارید و بیارید و بعد برید تو مرحله آخر ازش کپی بگیرید و کارهای مختلف رو باش انجام بدید. خب این هم از این. الان تکس ها درسته، این عبارت ها هم درسته. خب فقط یه مشکلی که وجود داره اینه که کی فریم های اولشون با هم یکیه، تایمینگ اینا رو عوض میکنیم، مثل این میشه که دیگه اون مشکل پیش نیاد، هی جاهاشون عوض بشه. خب
دوباره برمیگردیم رو کار اصلیمون ببینیم که دیگه چه تفاوتی داره. اینجا دوباره من یه دونه کار با اپاسیتی کم از خود چهره دارم. خب میام تو این قسمت یه بار دیگه من عکسمو میارم، تی رو میزنم و اپاسیتی رو میذارم روی 10. این رو هم پرینت میکنم به همون تکست پوزیشن که خیلی آروم اینو بیاره به این سمت. الان این سمت کادر من هم دیگه یه جورایی پر شده، اون فضای خالی اینورمون هم تقریبا پر کردیم. دوباره میبینیم توی این قسمت، یه بار دیگه کار رو ببینیم. سراغ افکت هایی که اینجا گذاشته شده، بعضی از این افکت ها رو من اینجوری ادجاستمنت لایر گذاشتم. 1 2 کلی کنترل میگیرم، ویل موس رو میدم که تایملاینم بره بالا، یا اینجا جابجایی هایی که اینجا صورت گرفته، یا اینجا یه تیک هایی که فقط میزنه. ببینید خب اینا اما به چه شکله. خب برای انجام این کار یکی از ساده ترین راه های اینه که شما بیای و ضرب آهنگ تو اول در بیاری. خب من دوباره این آهنگ رو برمیدارم میارم با همون شرط اینجا پیستش میکنم. خب دابل ال میزنم، یعنی دوتا ال پشت سر هم، که ویفورم صدا رو ببینم. حالا با توجه به چیزی که شما میشنوید، اگر این لایه انتخاب باشه میتونید دکمه نقطه ماشین حسابی رو بزنید و وقتی کار داره پلی میشه، و بعد دکمه ستاره ماشین حسابی رو بزنید که براتون مارکر بزنه. حالا ببینید اگر دیدید این مارکرتون جای درستی افتاد که بهتر، اگر دیدید جاش درست نبود خیلی بعد اینطوری میتونید کنترل بکنید، مثلا همین قسمت. حالا کافیه یه دونه ادجاستمنت لیر بسازید و بعد میتونید هی اون رو دوپلیکیت بگیرید و تکرارش بکنید. دکمه آلت رو میگیرم و اوپن براکت رو میزنم، به همین اندازه کوتاه هم میخوام. تقریبا بالاترین قسمت کار قرار داره، یعنی هرچی افکت من دادم میفته زیر این. کافیه که پلاگین ترانسفورم رو روش اعمال بکنم و اینجا بیام بگم که اسکیلش مثلا بشه 150. ببینید الان اسکیل کار منو بنده 150 برد بالا، یه خورده کمش میکنم میگم 130. فقط تو محدوده همین ادجاستمنت لایر من الان اسکیل من میره بالا، اما این کل کارو برده. من نمیخوام کل کارو ببره، میام تو این قسمت. حتما دقت کنید ادجاستمنت لایرم انتخاب بشه، ماسک میکنم، میگم که فقط این قسمت مثلا زیاد بشه، یه چیز نامنظم مثلا. حالا من این کارو چند بار تو چند جای مختلف انجام دادم که نتیجهش اینطوری شد. ببینید این نرا رو من بیارم، ببینید مثلا اینجا، ببینید این ادجاستمنت لایر رو ببینید، این قسمت بوده. ادجاستمنت لایر بعدی ببینید این قسمت زوم شده، ادجاستمنت لایر بعدی این انتخاب میکنم این قسمت زوم شده. خب ادجاستمنت لایر بعدی این قسمت زوم شده. خب حالا اینجا یه کار دیگه هم ما کردیم. یه دقیقه، خود کاراکتر کلن سفید میشه، این به چه شکله؟ خب سر یکی از همین ضرب آهنگا، مثلا همین، کافیه بیایید پایین و از اون عکس اصلیتون یه دونه دوپلیکیت بگیرید، همون محدوده ای که میخواید رو انتخاب بکنید، مثلا تا همینجا همون یه تیکه فقط انتخاب بشه، یه لحظه سولو میکنید، این میشه کل کارتون. افکت فیل رو میندازید روی کار، رنگ رو هم میگید سفید، دوباره از اون حالت خارج میکنید. من الان این ادجاستمنت لایر رو یک لحظه چششو آف میکنم، چون میخوام الان این افکت جدیده خودشو فقط نشون بده. ببینید چه اتفاقی میفته، ببینید اگه دیدید زمانش مچ نیستی خود کوتاه‌تر بکنید، یا جاشو میتونید عوض بکنید با صداتون نشتر بشه. زیادم لازم نیست طولانی باشه. ببینید 1 2 3 4 فریم. همین کار رو به دفعات مختلف حالا انجام میدید رو ضرب آهنگ
صدایی که دارید. خب دوباره من میام تو این قسمت یه دونه دوپلیکیت میگیرم، مثلا میام تو این قسمت. اینجا دیگه مثلا نمیخوام از افکت ترانسفورم استفاده بشه، اینجا میخوام از افکتی به نام اینورت استفاده بشه. اینورت کلا میاد چنل رنگی رو معکوس میکنه در محدوده مورد نظر. خب من چون اینجا ماسک گذاشته بودم دیگه، دابل ام میزنم ماسک رو پاک میکنم، این میشه کل کار. یعنی یهو الان توی این قسمت، خب کوچولو هم میتونیم اینجا کمش بکنیم. به بیتای ریز خیلی دقت بکنید. این همین کار رو با حوصله برای چند تا از افکت ها حداقل انجام میده و سعی کنید تو کل کار رعایت بشه این اتفاق و بعد میتونید یک چنین پروژه‌ای رو شما از کارتون بگیرید. دونه از اینا اگه دقت بکنید، من افکتی رو دادم به نام کامرا شیک، این مربوط به رجن یونیورسه که اینجا شما پریست های دیگه هم میتونید انتخاب بکنید و این پریست های حرکتیش هستش. حالا اگه خواستید خیلی حرکت شدید باشه میتونید این پریست های اعمال بکنید. خب بعد ببینید چی میشه. حالا من قبلی یه چیزی بود که خیلی کوتاه‌تر و سریع‌تر بود. همین که با این بیتا بازی میکنید و رو هر بیت به نوعی یک افکتی رو استفاده میکنید، باعث میشه که کار جذاب‌تر بشه. خب یه نمونه دیگه هم میخوام بهتون نشون بدم. این نمونه دومم به این شکله. یعنی این کار دقیقا مثل همون کار قبلیه، شروعش با سالید شروع میشه و بعد سالید میاد تو این قسمت، اما یه خطی همینطوری داره بالا میاد و بعد اینجا یه نوشته‌ای داره میچرخه، اما این نوشته ای ما 3D نیست. خب بریم این کار رو هم بهتون بگیم. میکام سایز و اولین چیز اینه که سالیده سفید بده. این اولین چیز. میره جلو، یه سالید قرمز داره میاد از یه سمتی ولی میاد تا یه جایی و هی میمونه. شما این از دو روش میتونی انجام بدی. خب دوباره من اون سالید قرمز رو میارم. دوستان لایه لایه کار کنید یا تیکه تیکه، یعنی الان به این فکر کنید که فعلا من اون لایه قرمز رو درست بکنم و بعد میریم سراغ این که راه راه دار بشه. یعنی اصلا اول به همه چی فکر نکنید. خب یه کوچولو من اپاسیتی اینو کم میکنم که فعلا درک بکنم ماجرا چیه. یه دونه ماسک بزرگتر از سالیدم رسم میکنم، برمیگردم تو این کار. تو فریم آغازین اصلا قرمز دیده نمیشه، نم نم از یه طرف میاد تا یه جایی و بعد یه خورده کم میشه تا این ورا تقریبا، یعنی تا 2 ثانیه این حرکت لاین قرمز من تمام میشه. خب پس من میام روی 2 ثانیه میمونم، این میشه 2 ثانیه من. دابل ام به ماسک پدم میخوام حالا کی فریم بدم. این دوتا رو انتخاب میکنم، این تقریبا بود تا اینجا، این هم تقریبا بود تا اینجا. میام کی فریم قبلی، حالا ببینید چه اتفاقی میفته. این به این سمت داره میره، یعنی اینجا شما هی باید این سالیده رو کنترل بکنید، هی باید دونه دونه بهش کی فریم بدی. اینجا مثلا یهو زیادتر بره اونور. یه راه پس اینه که شما به این شکل بیای با این کی فریمات بازی بکنی و بعد در نهایت کی فریمات هم بگی که از نوع ایزی ایز باشه که حرکت ماسک نرمتر بشه. یک راه به این شکله، اما این راه سختی های خاص خودش هم داره. حالا من این راه رو الان پیشنهاد نمیدم. این لایه رو آف میکنم، یه دوپلیکیت گرفتم ازش، ماسک رو کلن برمیدارم، تیر میزنم و دوباره اون رو روی اپاسیتی 100ش میذارم.
پی رو میزنم، پوزیشن رو میارم، میام تو این قسمت، میگم تو این قسمت تقریبا اومده بود رو این قسمت ها. قسمت اول کارم که کلن قرمز بیرون بوده، یعنی یه چنین چیزی بوده به شکل اولیه میاد و تا اینجا. اما از اون ور کادر همینطوری داشته کم میشده. حالا اینجا ما چند تا راه داریم، میتونیم اسکیل بیاریم و این زنجیر رو برداریم و بعد این انکر پوینتش رو جاش رو درست بکنیم، از این زل شروع کنیم به کم کردن، یعنی به این هم بیایم ما اینجا کی فریم بدیم که چنین چیزی بشه. اینجا یه دونه اسکیل میزنیم تو این قسمت و بعد کار که داره میره اینور آروم آروم این کم بشه، بیاد تو این قسمت که دیگه قشنگ بیاد تو این حالت. یه چنین کاری هم میتونیم بکنیم. باز به جز این راه اسکیل راه دیگه ای هم هست. هر چقدر افکت های بیشتری میشناسیم تو اینجور جا دستمون بازه. افکتی به نام لینیر وایپ. خب این لینیر وایپ ما، لینیر وایپ هم کارش چیه؟ اینطوری میاد کمش میکنه برامون. خب تو ترانزیشن کامپلیشن یک کی فریم میزنیم، اینجا نم نم شروع میکنیم به کم کردن. این شد نتیجه این کار. حالا برای اینکه درون این سالید ما بتونیم یه طرحی داشته باشیم، باید این رو بیاییم و پریکامپش بکنیم. خب رو همین لیوال اتریبیوت بذارید چون می‌خوایم لینیر وایپ بیرون کامپ بمونه. خب این از این. ورود می‌کنیم به این قسمت. حالا یه دونه از این ما دوپلیکیت می‌گیریم برای لایه بالاش. اینجا شما چند تا افکت میتونید استفاده بکنید برای اینکه اون حالته که در این افکت ما دیدیم شبیه سری نرده یا میله که داره جابجا میشه. برای اینکه بتونیم این کارو بکنیم افکتی داریم به نام Vanishing Blind. این افکتی که اعمال میکنید، قبلش من یک کوچولو این سالید رو تیره تر میکنم که متوجه این افکت بشید. الان این ترانزیشن رو زیاد میکنم. اینجا الان شما دارید متوجه میشید. حالا من میگم که این 90 درجه باشه که به شکل عمودی باشه. این هم میشه نتیجه. اینجا شما زخامتش رو میتونی کنترل بکنی. حتی میتونی بگی مثلا 45 درجه باشه. به این شکل بعد حرکتش بدی. حالا من اینو میذارم رو همون 90. اینم رو همون 20. الان برمیگردیم توی این کار. ببین الان کار ساخته شده اما ثابته، یعنی اصلا فعلا داره جا به جا نمیشه. میله های عمودی از اون بالا به پایین داره نمیاد. برای اینکه این حرکت رو داشته باشیم از دو تا روش میتونیم استفاده بکنیم. دوباره این لایه بالا رو انتخاب میکنیم و این بار از افکتی به نام آفست استفاده میکنیم. خب آفست کارش اینه که میاد اینو به همین شکل شیفت میده به سمت پایین. حالا ما اینجا دو تا راه داریم، یا باید کی فریم بدیم، مثلا بگیم که آفست از اینجا کی فریم بخوره تا اینجا پایین، همینجوری بیاد پایینه. میبینیم تو این قسمت میبینیم خوب شده، میبینیم آره داره میاد پایین، همینجوری داره میاد. خب اما اگر کارتون طولانی بشه و بعد یادتون بره کی فریم بزنید، یا بعد قرار باشه 15 ثانیه‌تون بشه یک دقیقه، ممکنه شما اینجا یادتون بره این کی فریم ها رو اصلاح بکنید. اینجور جاها سعی کنید دوستان از کد نویسی استفاده کنید. البته دانش کد نویسی خب بسیار دانش پیچیده تری از این صحبت هاست که بخوام تو یک آموزش در موردش صحبت بکنم. خب کی فریم ها رو کلا حذف میکنم، ریسیت میکنم، آلتو میگیرم روی این استاپ واچ شیفت سنتر تو کلیک میکنم، براکت رو باز میکنم، عبارت value رو می‌نویسم. value یعنی مقدار. خب مقدار چی؟ دوباره براکت باز میگم صفر. این عدد اول میشه صفر، عدد دوم میشه یک. میگم value صفر. اوکی یه دونه کاما میذارم. دوباره این بار می‌نویسم value، باز میکنم، این بار میگم value یک. الان شد value صفر یعنی عدد مربوط به همین 960، value 1 یعنی عدد مربوط به 540. ما مگه نمیخواستیم این عمودی بالا بره؟ میگیم value 1 ما حالا به اضافه
تایم ضرب در 60. براکت دوباره براش میبندیم. خب الان چه اتفاقی میفته؟ میریم نزدیک، میبینید که خیلی آروم این داره در کل تایملاین ما میاد پایین. خب چرا ما این کد رو نوشتیم و به این شکل بوده؟ مگه ما نمیتونستیم فقط تایم ضرب در 60 رو بنویسیم؟ من این رو کلن کاتش میکنم، مینویسیم فقط تایم ضرب در 60. خب ببینید چه اتفاقی میفته. یه خوری من اینو زیاد میکنم ببینن دوستان حرکت رو. تایم ضرب در 60 نوشیم اما کد ما رو خطا گرفت. اینجا نرم افزار افتر افکتس هنوز نمیتونه بفهمه که تایم ضرب در 60 یعنی به ازای هر یک ثانیه من 60 تا به چی اضافه بکنم، به x یا به y. اما وقتی ما صحبت از روتیشن میکنیم اینجا معنی میده. مثلا آلتو میگیریم رو دایرکشن اینجا کلیک میکنیم، حالا میگیم تایم ضرب در 60، اینجا به ما ارور نمیده. ببینید همینطوری داره میچرخه، اینه به ما ارور نمیده. چرا که برای پراپرتی دایرکشن که یک پراپرتی تک کاره هست، فقط روتیشن داره، واسه اون اشکالی نداره. الان به این شکل داره برای ما روتیت میکنه، پس رو دایرکشن روتیت به ما گیر نداد. اما آفست اینجا ما ایکس و وای داریم، باید به نرم افزار تعریف بکنی که به ازای هر واحد زمان یا هر یک ثانیه من چقدر و به کدوم پارامتر باید اضافه بکنم. خب دابل ای میزنیم که کدای ما رو برای اون بیاره. خب این کدی که مشکل داشت بود دیگه، من این رو دیلیت میکنم، کد قبلی که کپی گرفته بودم. یه بار دیگه این کد رو با هم دیگه بررسی میکنیم. یه دونه براکت باز کردیم در ابتدا، یه دونه هم در انتها براکت رو بستیم. گفتیم والیوی صفر یعنی عدد اولی که اینجا کد نویسی داریم میکنیم همون عددی باشه که اینجا هست، همون 960 باشه. اما عدد دوم والیوی یک، یعنی عدد دوم هر چی بود، حالا 540 بود، 10 بود، هر عددی بود، به ازای هر یک ثانیه 60 تا بهش اضافه بکن. خب الان مگه 540 نیست؟ این 540 به ازای هر یک ثانیه قرار 60 تا به 540 اضافه بشه. یعنی اگر ما بیایم رو ثانیه 1، این 540 الان باید شده باشه 600. ما میایم رو ثانیه 1 میبینیم که این شده 600، و اگه بریم رو ثانیه 2 این باید شده باشه 660. این هم ثانیه 2، ثانیه 2 و این هم 660. خب پس این هم مفهوم این کدی که اینجا ما براش نوشتیم. حالا ما دو تا کد داریم که به این شکل داره میچرخه، اما این داره کار ما رو خراب میکنه دیگه. ما دایرکشن رو نمیخوایم به این شکل داشته باشیم. خب این هم میزنیم به همون 50. خب الان آفست داره میره، ولی یه جاهایی هنوز ما مشکل داریم. اینجا شما باید با این پارامتراش جوری بازی بکنید که این اشکال رو بتونید از بین ببرید. الان اینجا تو این حالت از بین رفته. دوباره میریم تو این حالت، الان دوباره بررسی بکنیم. بله این حرکت داده میاد و میره. خب و اما واسه باکس ها به چه شکلی بوده؟ اینجا این عبارت 2K زمانی که ما داریم این پست رو میسازیم، تعداد فالوورهای اینستاگراممون 2000 نفره. این به چه شکله؟ خب اون چیزی که مشخصه یه دونه بک سفیده، یه دونه هم تکسه، و بعد این داره حول محور مرکز خودش روتیت میکنه. کاری که داریم میبینیم به این شکله. حالا اینو ما چطور باید پیاده بکنیم؟ خب اینجا ما میایم یه دونه کامپوزیشن میسازیم. این کامپوزیشن رو کلن یه مقدار سایزش رو کوچیک در نظر میگیریم، مثلا 400 در 400. اسمش هم میذاریم همون 2K که متوجه بشیم ماجرا چی. خب این یه کامپوزیشن 400 پیکسل در 400 پیکسله. آنچه که مشخص بود کار یه بک سفیدی داشت، پس بک سفید رو اول میذاریم. و بعد چی داشت؟ یه دونه هم تکست داشت. این همون تکست ما. رنگ تکست هم چی بوده دوستان من؟ قرمز بوده. اینجا ببینید عدد تکستمون 44ه. باهوش باشید، ما مگه 400 در 400 ندادیم؟ پس اگه اینجا هم ما بدیم 400،
ببینید الان یه تکسی ما میده که اگه این تکس رو بیاریم سنتر بذاریم فاصلش از هر جهت برای ما یکسانه، یعنی قشنگ از این اعداد اومدید یه استفاده درستی کردید تو کارتون. خب این شد کار اولمون، اینو دوباره میبینیم تو این قسمت. حالا این توکیه رو باید بیاریم توی کامپوزیشنمون، میام تو این قسمت، اینو باید ما 3D بکنیم دوستان من. این 3D انکر پوینتش رو باید بفرستیم این گوشه. اگر این افزونه رو نداشتید هیچ اشکالی نداره دوستان من، اینجا بیایید کارتون رو کلیک بکنید، حتما اینجا تیک اسنپینگ رو بزنید، دکمه وای رو بزنید، بیایید در مرکز کار انکر پوینتتون رو ببرید، خودش میچسبه به این قسمت. الان انکر پوینت کار من چسبید به این قسمت. خب الان این شد یک وجه اون مکعب من. میتونیم 6 وجه درست بکنیم، یا اگر روتیت ما به گونه ایه که فقط از روبرو هست دیگه وجه بالا و پایین نمیخواد. کاری که ما اینجا کرده بودیم به همین شکل بود، ما 4 تا اومده بودیم باکس ساخته بودیم، ببینید سمت راست، پشت، جلو و سمت چپ. میام تو این قسمت، الان باید این رو 4 تا ما ازش کپی بگیریم. دقت کنید به این قسمت، ما انکر پوینت بردیم این گوشه گذاشتیم، حالا یه دوپلیکیت ازش میگیریم، آر میزنیم، حالا اینو به این شکل میتونید روتیت بکنید، بیاید تو این حالت بذارید. الان دومی ما شد منفی 90، یعنی یه دونه اونجا یه دونه اینجا. دوباره از این ما دوپلیکیت میگیریم، انکر پوینت رو اینو میاریم تو این قسمت، آر میزنیم، اینو از این ور باید الان روتیت بکنیم. خب الان ما 4 تا کامپوزیشن رو همه رو کنج به کنج روتیت کردیم، شد یه باکس، تو هر کدوم هم داره فعلا یه چیزی رو به ما نشون میده. خب حالا ما یک نال آبجکتی میخواییم که بیفته مرکز این کار، این نال آبجکت ما. نال آبجکتتون هم 3D بکنید، نما رو بیارید بریم روی تاپ بذاریم به این شکل، یا جلو. خب ما 400 پیکسل داده بودیم، اینم 200 پیکسل اومدیم جلوتر، این الان شد سنتر کارمون. الان من میدونم که این رفته رو سنتر، اینا رو همه رو انتخاب میکنم، پرنت میکنم به این نال آبجکت. خب این نال آبجکت رو انتخاب میکنم، آر رو میزنم و شروع میکنم به چرخیدن، میبینم که این داره درست اعمال میکنه. دعا رو ببینیدم، ما بعضی دعا درسته بعضی درست نیست. خب الان ما باید محتویات دو تاشون رو عوض کنیم، یعنی دو تاش همون دو بمونه، دو تاش همون کای انگلیسی بمونه. خب برای این کار ببینید، اگه ما وارد بشیم به هر کدوم، مثلا اگر اینجا بیایم یه دونه از این تکست دوپلیکیت بگیریم، اینو بکنیم کا، اینو پاک بکنیم، نمیشه اینطوری دوستان. ببینید نتیجه رو، همه با هم دوباره شد کا. اینو روتیت کنم، یعنی الان همه شده کا. برای اینکه این مشکل نداشته باشیم، ما باید بیایم و دکمه تب رو بزنید، بیاید تو این قسمت کامپوزیشن. این توکی که اینجا دارین ببینید، این رو شما باید توی خود پروژکت پنلتون دوپلیکیت بگیرید. بعد مثلا میتونید به این اسمش رو بگید دو، اینو دوپلیکیت بگیرید، اونی که دوپلیکیت شده رو بگید کا. یعنی یه دونش دوه، یه دونش حالا کار. حالا باید اینها رو ریپلیس بکنیم تو این قسمت. من دو رو دوباره فراخوانی میکنم. خب. یعنی دو تاشون باید داخلیشون عوض بشه. این که دو درسته، این یه دونه رو ببینیم کدومه، این هم نیست و اینه. خب اینو انتخاب میکنیم، آلتو میگیریم، میاریمش. این الان شد، حالا اینا رو رینیم میکنیم، میکنیم کا، این الان شد کا. الان ببینید یه دونه دو شده یه دونه کا. حالا من اینجا یه دونه استواش رو کلیک میکنم، یه دونه تایم میگم که دیگه خودش همش بچرخه. خب دیگه ما رو این کاری نداشته باشه، یه دونه کا درست شده، این یه دونه هم باید بکنیم همون کا، ببینیم کدومه. این هم میکنیم کا. خب خب الان کا اگه دیدید اینجا برعکسه، اصلا نگرانش نشید، اینجا یه دونه اس رو بزنید، زنجیر رو بردارید، عدد اول رو بدید منفی 100،
دوباره میریم توی این قسمت. خب تو کی درست شد. خب حالا ما اینجا این کاری که اینجا داشتیم و بعد اومدیم دوباره جاشو عوض کردیم، یعنی اینجا رو ببینید از یه جایی به بعد این دوباره از این ور از ثانیه سه و خورده دوباره این شیفت شد رفت این ور و این بک قرمز باعث شد که این روتیته خودش رو بهتر نشون بده. این همین کار رو بخواییم اینجا بکنیم، مثلا تقریبا از این ور ها این هم از این کار و بعد یه دونه تکس هم از این ور فقط اومد به این سمت با حالت آلفا اینورت. این هم تکس ما هستش به حالت آلفا اینورت که از زیر همین لایه قرمز خودشو بیاد و نشون بده به کار ما. دوستان الان امیدوارم که یاد گرفته باشید با چند تا از همین افکت های ساده، یعنی همین سالید، همین پوزیشن، همین روتیشن، همین نال آبجکت، فقط کافیه که بیایید حوصله بکنید، وقت بذارید، خیلی راحت یه کارهای گرافیکی این مدلی بسازید که کار جذابی از آب در بیاد. خودتون رو بسنده نکنید به پروژه های آماده. حالا این کار رو ببینید، بعد میتونید شما همه رو یه دونه اس بزنید، شیفت رو میگم دوتا پیج داون میزنم اینجا و بعد میمیه خوره عقبتر، این میگم صفر و بعد اینجا این که فریماش هم نرم میکنیم به این شکل. اینم کارو نهایی. کارهای زیادی میتونید انجام بدید، میتونید خیلی راحت کنار همین تکسا یه سری تکس هم اینجوری نوشته بشه دو طرف این باکس قرمز، اون تکس هم با همون سرعت بیاد پایین، به اصطلاح رول بشه بیاد پایین. خب یه بار دیگه کار اولمون رو ببینیم و بعد دیگه جنبندی نهایی رو داشته باشیم. دوستان الان امیدوارم که یاد گرفته باشید با همین سالید، همین تکس، همین پوزیشن، همین روتیشن، همین نال آبجکت، خیلی چیزای اولیه‌ای که افتر افکتس در اختیارتون می‌داره، میتونید خیلی نتایج خوبی بگیرید. میتونید استوری‌های خیلی خوبی برای اینستاگرامتون بسازید. میتونید پروموهای خیلی خوبی واسه اول ویدیوهاتون بسازید. فقط کافیه با مفهوم ماسک، آلفا مت، پوزیشن، روتیشن، همین کارهای اولیه افتر افکتس آشنا بشید که بتونید کارهای فوق العاده خاص و خفن انجام بدید بدون اینکه وابسته به جایی باشه، بدون اینکه کپی کاری خاصی باشه. فقط کافیه که این گراف ادیتور نرمی کی فریم ها رو توش رعایت بکنید، کارتون واقعا جذاب بشه. حالا بعد که صدا هم میاد، ببینید این کار دوم ما صدا نداره، قطعا جذابیت کار اول الان نداره، با اینکه کار خوبی هم شده اما چون صدا نداره اون حس رو کمتر منتقل میکنه. اما کار اول ما شما بعد میتونید با کمک پروسه سون دیزاین و فایلای صوتی که داری اتفاقای خوبی رقم بزنید. دوستان همه اینها فقط با دوره اول افتر افکتس ما قابل انجامه. شما تصور کنید وقتی ما داریم صحبت از پلاگین ها میکنیم داریم چقدر فراتر از اینها صحبت میکنیم. اینا چیزای اولیه‌ای هستش که خیلی راحت با یک مقدار کار کردن افتر افکتس باید بتونید اینها رو انجام بدید، مخصوصا بعد از دیدن دوره‌ها، چون اصلا اینا چیزای پیچیدگی خاصی نداره، فقط باید قشنگ بتونید اینها رو با هم دیگه کمباین بکنید. مرسی که این آموزش دیدید عزیزان دل، امیدوارم که به دردتون خورده باشه و اگر از این آموزش خوشتون اومد اون رو برای دوستاتون بفرستید که با مجموعه ما هم آشنا بشن که بتونن آموزش‌های خوب اینطوری رو به شکل پایه‌ای یاد بگیرن که خودشون کریتور بشن، خودتون کریتور بشید. دست از کپی کاری باید برداشت. اگر قرار روزی در این جامعه کسی به شما کاری سفارش بده، مطمئن باشید زمانی این اتفاق شیرین میشینه براتون که این پروسه رو، این پله رو شما طی کرده باشید. دنبال آسانسور و قرص آبی و قرمز نباشید واسه این موفقیت تو این مسیر. علاقه دارم بهتون که دارم این حرف رو میزنم، هرس میخورم اگر آموزشی رو تهیه میکنید و درست حسابی نمیبینید. ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. من سهیل شریفی هستم و امیدوارم که هر لحظه از روز شب که این آموزش رو داشتی میدیدی
اون لحظت شاد و خوش باشه. روز شبت خوش و خدا نگهدار.